دو نفر دیگر رو بیاریم بالا و جمع کنیم دیگه. آقای حامد، آقای حامد، درود بر شما، بفرمایید. درود دارم. من اکانتمو زدم سه روز پیش با هم صحبت کردیم، اومدم دوباره بالا. من یه سوالی از شما داشتم. بفرمایید. میگم که یه برنامه شما اون زمان که داشتی اون استراتژی رو جلو میبردی ساختی، من اینو این سوال میخواستم سه روز پیش بپرسم، دیگه زیاده گویی کردم، منتظر بودن دوستان بخاطر این نشد بپرسم، یادم رفت اصلا. میگم در مورد شما فریدون فرخزاد برنامه ساختی، گفتی اپوزیسیون کشت دستش. میخوام بگم درسته. که اینو واقعا شما باور داشتی یا این امتیاز رو مثلا میخواستی به من هنوزم میگم نه 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 ببین، در مورد فرخزاد ببین یه بحثی هست، اصلا جمهوری اسلامی رو بزرگش میکنی. جمهوری اسلامی ارزه این ترورها در خارج از کشور واقعا به این شکل نداشته، به جز شهریار شفیق که فکر میکنم کار جمهوری اسلامیه و شاید یکی دو تا ترور دیگه. مثلا بختیار هم ترور جمهوری اسلامی بود دیگه؟ بختیار نه نه بختیار هم نبود، بختیار کار بختیار صدام بود. نه با کار صدام بود، بختیار و اویسی رو احتمال قریب به یقین صدام کش، به خاطر اینکه بختیار از صدام پول گرفته بود برای اتفاقاتی که قرار بود رخ بده و بعد سر بحث خرمشهر شده بود. بختیار پول گرفته بود و همکاری نکرده بود با صدام و یه سری اطلاعات داشت بالاخره در زمانی که ارتباط داشت با صدام و صدام کش. اصلا بخشی از ترورهای ابتدای انقلاب کار صدام بود. اویسی که اصلا خودش اطلاعات داد به صدام دیگه، صدام نه نه اویسی اطلاعات نداد، اویسی سری همکاری ها داشت میکرد با صدام، اون تا تیم سر اویسی فرد بسیار وطن پرستی بود. ولی میگن زمانی که ولی میگن ببخشید اویسی شیرش کرد صدام، یعنی گفت حمله کنه. نه 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 به این داشت میخواست یک سری کمک ها از صدام بگیره که بیاد تو ایران کودتا کنه، منتها صدام وقتی که به برگشت به صورت عملی پیشنهاد داد که آقا خرمشهر رو ما به فرماندهی تو میریم میگیریم، بعد خرمشهر رو که گرفتیم تو برو مثلا دیگه تهران رو فتح کن از طریق خرمشهر و کشور بگیر. خب اویسی در ارتش ایران خیلی هوادار داشت، منتها وقتی که دیگه صدام بهش گفت برو خرمشهر رو بگیر، اویسی اینجا ترسید، چون اون خوب میدونست که از نظر تاریخی این یک خیانت عریانه و ترسید و از عراق فرار کرد رفت پاریس و صدام حزب بعثش توی پاریس اویسی رو کشتن. ببینید بس بر سر اینه، برادرزادش میگه اینجوری نیست، برادرزادش که با اویسی بله فامیله شنیدم تو... بله خب آره نمیگم میگه میگه عماد مغنیه کشته، اصلا میگه نه حزب الله نه نه نه. ببین مسئله میره چیه، بس بر سر اینه که جمهوری اسلامی جنایتکار هست یا نه. هست، اینکه که هست ولی ضعیف کشه. من حرفم اینه، اپوزیسیون ما یه تصویری داره، میخواد هر اتفاقی که میفته بندازه گردن جمهوری اسلامی و اینو نمیفهمه که تو وقتی که میگی جمهوری اسلامی توانایی داره ترور کنه توی اروپا، داری از نظر بار فنی جمهوری اسلامی رو بزرگ نشون میدی. جمهوری اسلامی یک حکومت ضعیف کش بود، هست و خواهد بود. دیدی طالبان تا حمله کرد اینا جرئت نکردن به طالبان چیزی بگن. جمهوری اسلامی حکومت ضعیف کشه. ببین شما تمام بچه‌ای هم که دستگیر کرده از روح الله زم تا بقیه تا همین جمشید شاهمن تو کشورهای اطراف مانند ترکیه رفته، کلی خدا میدونه چه باج نفتی داده به این دولت‌ها که بتونه در حد این داستان بگیره. جمهوری اسلامی بعدش نمیاد که هی شما بزرگش کنید. خب نکشته جمهوری اسلامی واقعا. من فکر کنم فقط شهریار برای یه چیز دیگه، یه نکته دیگه بگم، یه نکته دیگه بگم، جمهوری اسلامی اگر بکشه انقدر بی جنبه سری هم لو میده. شما هیچ کدوم از این قتل‌ها رو بعداً جمهوری اسلامی نیومد بگه ما کردیم، ولی شهریار شفیق به محضی که کشته میشه همین الان سرچ کنی خلخالی میاد سریع اعلام میکنه که روزنامه کیهان و اطلاعات با تیتر درش میزنن که ما شهریار شفیق رو کشتیم. یعنی اینم یه نکته‌ایه، یعنی جنبه ندارن. بفهم نکن الان دو تا مثلا نکن. اولا در رابطه با بختیار علی وکیلی رادو که گرفتن، اون دو تا دیگه در رفتن، اینو گرفتن دیگه. خب اون سری اول بود. نه نه نه، اول که انیس نقاش بود که گرفتنش، درسته درسته بودن. درسته. اون که دیگه اصلا اون که اصلا خودش میگه من از جمهوری اسلامی اومدم میخواستم بکشم نشد، اون که هیچ. خب دفعه دومم که اومدن و زدن موفق شدن سه نفر بودن دیگه، یکیشون گرفته شد دستگیر شد تو سوئیس، دو نفر دیگه در رفتن دیگه هم پیدا نشدن، یکیشون که اصلا محو شد، یکیشون سه سال پیش تو کرونا مرد، یکی دیگه اون یکیشون که دیگه از اون موقعش خبری ازش نیست. خب که میگن هیکل خیلی گولاخی داشت و این، حالا وارد چیز نمیشیم، مثلا چی میگن جزئیات نمیشیم. خب این رو میگن که خود وکیلی راد خب گرفتنش خودش اعتراف کرده بود که آقا ما رو جمهوری اسلامی فرستاد که بختیار رو بکشیم. خب و وقتی که علی وکیلی راد 10 سال پیش 11 سال پیش آزاد شد، حلقه گل انداختن گردنش که مثلا وکیلی راد دروغ میگفت مأمور صدام بود. خب یه راد که برگشت گفت من نکشتم دیگه. نه ببین این یه روایت اتشرم درست باشه،
نه میگفت من نک ما نکشتیم وکیل رفیع آزش گفت من اجازه بده گفت من نکشتم من کنار پنجره بودم محمد آزادی داشت خفش میکرد خب من خودم دستگیر من اینو نشنیدم من اینو نشنیدم اصلا ادعا کرد وکیل ایراد که من داشتم زندگیمو میکردم به من تهمت زدن اون چیزی که من از وکیل ایراد شنیدم زیر پلیس گفتش که من تو پلیس گفت ما 3 نفر بودیم رفتیم خب جمهوری اسلامی خب اون چیزیه که بعدا پلیس ببین این چیزی که ما پلیس داریم یعنی این چیزی که داریم میشنویم از زبان وکیل ایراد نمیشنویم اون چیزیه که پلیس داره میگه شما میگی وکیل ایراد اشکالی بوده پلیس فرانسه علیه من نمیگم من اینو نمیگم که ولی چیزی که از زبان وکیلی راد میاد اینی بود که الان شما گفتید یعنی که میگه من داشتم زندگیم میکردم بیگناه بودم و برای من بهانه تراشی کردم ولی چیزی که وجود داره من ببین شاید یکی دو مورد من مطمئن نیستم که مثلا با قطعیت بگم مثلا بختیار و اینا نکشتن ظواهر عم بیشتر نشون میده مثلا بختیار یا برادر سعید محمدی که با فرخزاد دوست بود بخشی از اینا رو استخبارات عراق کشته یعنی خب برادر سعید راد به خاطر بحث هواپیمایی بود آخه عزیز شما برای ادعاتون سند بیارید یعنی مثلا برادر نه من سند ندارم من میگم اویسی میگه حزب الله کشته بعد شما خب میگید نه خب اونم سند نمیاره منم سند ندارم ولی اونم سند نمیاره مردم حرف اونو بیشتر باور کردن تو فامیلشه من آخه من اصلا به عنوان اطلاعات نمیگم که من دارم به عنوان تحلیل میگم من میگم فضایی که بررسی کردن تحلیلم اینه من سند ندارم اطلاعات ندارم ولی خب جالبه اونایی هم که میگن اسلامی کشته سند ندارن ولی مثلا ما در مورد شرف کندی تو میکو مثلا اتفاق میکونوس یا اتفاق قاسملو من میگم آقا وقتی که اینا داشتن ارتباط گرفته بودن با جمهوری اسلامی که همکاریاشون هم شروع شده بود و دعوا بعدم قبلش هم مثلا تو دعوای درون حزبی داشتن و سابقه هم داشته که کردا هم دیگر رو بکشن و مخالف آقای شرف کندی و آقای قاسملو در حزب دموکرات بودن که ارتباط بگیرن با جمهوری اسلامی اینا رو کنار هم دیگه میذاریم یعنی خودشون کشتن یا فرخزادی که مثلا هفته قبلش آقای گنجی ایشون رو اخراج میکنه از درفش کاویانی و میگه تو دیگه بابا نیستی و یه هفته بعد فرخزاد کشته میشه اونم در شرایطی که با جمهوری اسلامی بالاخره یه کنسرتی هست که سال 1990 بله اونو دیدم کانادا رو میگی آره ده روز قبل از اینکه چیز بشه اگه اون کنسرت اگر تاریخش اون هومن عسکری مستندش رو ساخت توی رادیو فردا قبل از اینم که بسازه اتفاقا 10 روز قبل از کشته شدنش اتفاقا این قضیه رو به من سال 2019 خود همین سازنده مستند من تو کانادا بودم با هم تماس گرفت این قضیه رو مطرح کرد که این مستند رو اینا بعد بررسی بشه ما عمل آخر نمیتونیم قطعی بگیم تحلیل من اینه که فرخزاد انگیزه اپوزیسیون یا سازمان CIA با توجه به رفتار عجیب پلیس آلمان که نه بخود شما اصلا پلیس آلمان کی میتونه بهش نفوذ داشته باشه جمهوری اسلامی میتونه به پلیس آلمان نفوذ داشته باشه یا سازمان CIA که در خاک آلمان 33 تا پایگاه نظامی داره من صحبتم اینه ما میگیم اصلا جمهوری اسلامی کشته ولی پلیس آلمان چرا اسناد ارائه نمیده تعارف داره با جمهوری اسلامی یا چی اینو بگم برام پایین نکن اینو بهت بگم نکن فقط یه جنبندی بکنم نکن در رابطه با بخ چیز اول فریدون فرخزاد بگم خب یه نفر فقط گفته اپوزیسیون کشته جز شما خب قبل از شما اونم اکبر خوشکوش بوده نمیشناسیش یا نه خب اطلاعاتی اون گفت علیرضا نوری زاده کشته خب بعد جز اون یعنی که اونم آدم معلوم الحالیه مأمور وزارت اطلاعات کسی نگفته که یعنی نه چرا ببین شما مثلا الان شما فرخزاد یه بار توی سوئیس مجاهدین خلق می‌خواستن ترور کنن تیراندازی کردن بهش یعنی اینا چیزایی که اینکه دیگه پابلیکه یه چیزی نیستش که جزء مسائلی باشه که من دلیل اینکه از خمینی هم دفاع می‌کردیم بود که مادرش مریض بود می‌خواست بره ایران مادرش دیگه نه وضعیت فقط این نبود وضعیت اپوزیسیون من میتونه مجموعی از دلایل باشه ببین من این مراحلی که فرخزاد طی کرده خب منم طی کردم دیگه فرخزاد شدید ضد جمهوری اسلامی بوده بعد یه مقطعی انقدر که این اپوزیسیون کثافت کاری میکنه یه رفعه اینم یه آلارمی میگیره امکانم داره دوباره رفته نزدیک جمهوری اسلامی شده دیدی که جمهوری اسلامی چقدر کثیفه به قول همون کنسرتی که الان شما گفتی 10 روز قبلش بوده مال کانادا که اونجا حمله میکنه به جمهوری اسلامی امکان داره دوباره مثل من که الان دارم گرفتم به جمهوری اسلامی اینم دوباره
گرفته بعد دیگه خواستن حذفش کنن. همه اینا محتمله، منتها من مجموعه مسائلی که نگاه میکنم میبینم اولا حکومت جمهوری اسلامی حکومت ضعیف کشیه و بسیار بیورزه است، توانایی نداره تو خاک اروپا عملیات انجام بده دیگه. چون مثلا وقتی یکی میفرسته که سفره فکر کنیم، مثلا فرض کنیم فریدون فرخزاده جمهوری اسلامی کشته، وقتی میبینن خونش سفره غذا پهن میکنه، بعد میره برای اونا غذا درست کنه تو آشپزخونه، میانه پشت زمانی که داره براش قضا تو کثیف بودن جمهوری اسلامی، اصلا تو کثیف بودن بچه شیعه جماعت که ما اصلا بحثی نداریم، که یعنی اینا ته بی شرفن که اصلا تو این شکی وجود نداره. بحث من بحث ارزه است. ببین این که اگر بتونن از این بدتر هم میکنن، منتها من میگم که آیا میتونستن؟ بحث من اینجاست، بحث من بحث توانستن است. اگر نه شما دیدید اینا میتونن بچهای مردمو میکشن، ولی سر طالبان میبینی قشنگ حواسشون جمعه که درگیر نشن با طالبان. من میگم جمهوری اسلامی حکومت بیورزه‌ایه، نمیتونسته در خاک اروپا اینقدر کار ترور کنه. اپوزیسیون ما اگر میگه کار جمهوری اسلامی، عموما بخش جدی از اپوزیسیون این قضیه رو میگه که بتونه فان بگیره، یعنی اینا رو بعد بزنیم کنار هم دیگه. مثلا همین آقای منوچهر گنجی اون زمان که همه چی رو مینداخت گردن جمهوری اسلامی، خب بابت این بود که آقا ما الان تو خطریم و ما این سر $50,000 داشت فان. ببین مسائل تکبودی نیست، من میگم این ابعاد، البته میگم اینه که من میگم صرفا اطلاعات نیست، بیشترش تحلیله، ولی من میگم این که خب اگه اپوزیسیون بگه جمهوری اسلامی خطرناک نیست، خب این نمیتونه فان بگیره، نمیتونه تسهیلات بگیره از کشورهای غربی. این من خودم مثلا من خودم من بعد وقتا دشمنه واسه بعد میگم آقا چرا مثلا اینقدر میگی میخوام بکشم، من خودم بعد وقتا از همین روش استفاده میکنم، دشمنمو لازم باشه بیشتر از اون چیزی که لازمه بزرگش میکنم، میگم تو خطرم تسهیلاتی میگیرم به خاطر امنیت خودم. ببین اینا رو بعد آره ببین اینا رو همه رو بعد بزنیم کنار هم دیگه دیگه. این که مثلا آقای گنجی تو شهرای مردم بعد اسلحه به دست بگیرن، من که به این باور دارم، شما ما دیگه ببین ما الان کار درست دیگه وجود نداره، یعنی ما الان به بنبست رسیدیم، این نظام کشور میره به سمت نابودی. منتها جمهوری اسلامی ببین یه کاری کرده، یعنی هیچ راهی نداریم به جز اینکه کاملا شمشیر در رو ببندیم. جز ما اگه بخوایم دست آوردی داشته باشیم، یعنی باید به این نظام شمشیر در رو ببندیم. این که من اینجوری من برداشت شما بهت بگم از حرفت که اگه غلط بود اصلاح کن، یعنی اینکه مردم خودشون از بین خودشون رضا پهلوی رهبر ملی انتخاب بکنن، سازماندهی کنن، برن اسلحه به دست بیارن، بیان دهن اینا رو سرویس کنن. مطمئن نه رهبر از درون مردم درست میشه، ولی اون چیزی که وجود داره جمهوری اسلامی صرفا با هزینه فیزیکی امکان داره یک سری از آزادی ها رو بده، یعنی فقط تنها مسیری که الان برای مردم مونده دیگه مسیر خشونت متاسفانه، یعنی دفاع مشروع، راه دیگه سرب داغ و گلوله و خونه دیگه، هیچ راه دیگه ای وجود نداره. من این که دارم میگم خیلی ناراحتم که دارم میگم، دوست ندارم به زبون بیارم، ولی راه کرده منظور کامل okay, اصلا که غیر از این بود که من اینجوری نمیومدم الان فوشکش کنم اینا رو، که من آدمی ام که همیشه تلاش میکنم که با نزدیک شدن تاثیر بذارم. وقتی که دیگه شمشیر کشیدم گذشتی براش خیلی خوبه لواط نشان خامنه ای، یعنی واقعا برام داشه بخش خود چه جدیشونه دیگه، وقتی شما محمد علی با هم لواط داشتن دیگه اینا دیگه ازشون انتظاری نیست. در حال لطف کردی اومدی بالا، صحبت خوبی بود، دمت گرم، قربونت برم، صحبت خوبی بود. من بحثم اینه که جمهوری اسلامی ارزه این ترورها رو نداشته بیشترشو، نه اینکه مثلا بخوام مبرراش کنم تبرئه‌اش کنم. خب بذارید خیلی صحبت کردیم، حالا ما پس فردا شب دوباره میایم دوستمون، اما من صحبت خوبی شد، یه خود طولانی شد، دمتون گرم، منتها دیگه خسته شدم برم که فردا شب من برنامه زنده داریم و